درگیری‌هایی که از روز جمعه در پی تشییع پیکر جوان فلسطینی که هفته گذشته در بیت المقدس کشته شد، روز شنبه ادامه داشت و به شهرهای عرب اسرائیل سرایت کرد. نتیجه کالبدشکافی محمد ابو خضر که گفته می‌شود توسط افراط‌گرایان یهودی به قتل رسیده، نشان داد که او زنده سوزانده شده است. ادامه این تنش‌ها باعث نگرانی‌های زیادی شده است. این مرد فلسطینی میگوید علائمی که من میبینم نشان میدهد انتفاضه سومی نخواهد بود. ما چگونه میتوانیم مقاومت کنیم؟ وضعیت دشواری در جامعه فلسطینی حاکم است. آیا ما به اندازه کافی سلاح داریم؟ آیا سازمانهای خوبی برای این منظور داریم؟ من فکر نمیکنم انتفاضه سوم به وقوع بپیوندد. این کار خیلی دشواری است. مرد دیگری میافزاید وضعیت خیلی بد است. همه چیز مسدود شده است. دیگر نمیتوانیم در اسرائیل کار کنیم. شهرهای فلسطینی از یکدیگر جدا شده اند. فکر نمی‌کنم انتفاضه سومی وجود خواهد داشت. در اسرائیل قتل سه جوان یهودی که دو هفته پیش در نزدیکی کرانه باختری ربوده شده بودند باعث خشم افکار عمومی شده است. شب گذشته در بیت المقدس ده‌ها تن از یهودیان تندرو تظاهرات کرده و خواستار برخورد قوی‌تر دولت اسرائیل با فلسطینی‌ها شدند. همزمان گروهی از فعالان صلح نیز از دولت خواستند از اقدامات تلافی‌جویانه پرهیز کند.